ما دیگه کم آوردیم. هر راهی شما بگین رفتیم، مهربونی کردیم، ندید گرفتیم، داد زدیم، تهدید کردیم، از کلاس اخراج کردیم، انگار نه انگار. نظر منو بخوام، از دست مدرسه کاری بر نمیاد. آرش روان پزشک بخواد. همینو میخواستی؟ به تو بگن دیوونه، به من بگن بیارزه؟ بشین. فکراتو کردی داداش؟ بازم میگم اگه بسپوریش به من، مثل دوتا پسرهای خودم آدمش میکنم. اگه نه معلوم نیست سر از کجا در میاره. کسی که عشقش شده شلیک و تفنگ و بازی بکش بکش، دیگه آدم معمولی نمیشه. مگه این که من بالا سرش باشم؟ خواهرمه یه ذره بعد بهش حق بدیم. حق بدیم که چون مادرش مرده پدرمونو در بیاره؟ مگه ما کشتیم مادرشو که اینطوری میکنه؟ اینجوری نمیشه. مدیرش راست میگه، باید ببریمش روانپزشک. همین هفته وقت میگیرم. نه این هفته نه، به پسرم قول دادم جای خوب ببرمش. خیلی کارهای خوبی میکنه، بهش جایزه هم میدی. بره اونجا تغییر میکنه. یه پسر که سرکش بشه دیگه هیچ وقت تغییر نمیکنه. اینو از من بشنو که دو تاشو تو خونه دارم. بابا جون، آقا آرش غذاتو بخور، میخواییم زود راه بیفتیم. امروز اینجا بیست از سواری دوبل کابوس و این مسابقات دور اول با مسابقای اصیل ترکمن. یه بار دیگه به همه خونش قرار گرفته و دست در بار مسابقات دارم. شرایط رو برای ورود شرکت کننده ها آماده میکنم. هم بسیار تماشاگران منتظر شروع مسابقه هستیم. میدونی اونجا اسلحه هاشون واقعیه؟ فقط باید ببینی وقتی سوار اسباشون میشن و میرن کورس چه اوباحتی دارن. کمند تو بهم بابا جون. چی شده دایزا؟ کجاست؟ هنوز نیومده. بدبخت شدیم. چی شده؟ بازم رفته کورس.
باختی فرست سره. تو این دنیا هیچ که همیشه برنده نیست. باختیم. ولی هفته بعد قهرمان میشیم. مگه نه؟ بهترین پسر دنیا فقط تو. نگفتم نباید کورس بری؟ غلط کردم کاخه، غلط کردم. اگر امروز زیر دست پای اسبا مرده بودی که خودم میکشتمه. حالا که نمردم. نمردی، یابروم کردی. دیگه نمیذارم آبروت بره کاخه. هفته دیگه قهرمان میشم. چرت پرت نگو، قهرمان میشم. این اسب قهرمانه، نه بارکش طویله. قهرمان منم که توی زبون نفهم و رام میکنم. دیگه هفته بعدی تو کار نیست. سه تا اسبو میفروشم. نه نه، حیوان دور دور دیگ دور بایسا کاری ندارم. بایسا بچه بایسا کاری ندارم. تو چرا نمیفهمی؟ اگر بلای سر تو بیاد من چه خاکی توی سرم بکنم؟ من سواری بلدم کاخا. بلدم؟ بلدی؟ آبروی من هیچ. آبروی این اسب بدبختم توی این منطقه مردی. چند وقت که سر هم میبازی؟ دیگه چی میخوای از این بدتر؟ بدبخت شدی. اسبا بابا جون نقشه رو نگاه کن ببین چند کیلومتر جا داریم. خاموش شد، شارژش تموم شد.
میگم بالاخره داری دور برات نگاه میکنی. مگه شارژ اون تموم شد؟ خب ایوان که از پشت بده عزیزم. جا گذاشتی؟ سوا کردن چیه؟ همو دبه نکن. قرار شد اگه هر هفته اول شدم سهممو بیشتر کنی. حواس کردی دیگه بهت اسب ندم برای کورس ها؟ آخه جز من کیو میخوای بیاری که هر هفته برنده شه همو؟ زبان در آوردی. برادر زاده می که باش. میزنم شکل تو عوض میکنم. همه مالکای این حوالی به چابک سوار برنده سهم بیشتری میدن. اون وقت تو که عموی مایی نمیخوای یه حالی به پسر برادرت بدی؟ برو با همونا کار کن. مسخره؟ عمو! آزاد! آتامان! ایرکان آتیش زده! بریم! بوده بیا! بوده بوده! بیا عمو! ایرکان چی شده؟ به تو چه؟ آرش باشو. آرش بابا جون. با شما آرش. بلندترین برج تمام آجری دنیا نمیخوای ببینیش؟ شاهکار معماریه. پاشو بریم. پاشو. پاشو تنبل. چرا کابشن تو نباشی بابا جون؟ سرده دیگه. بس شما رو آدک بفرمایید. ممنون. جداش این حوالی سوارکاری به اسم امان چادر میشناسی؟ امان چادر سوارکار خیلی خوبی بود. بود؟ یعنی دیگه نیست؟ هست. ببین اصلا رو دست اون دیگه نیومد. راستش میدونی کجاست؟ چند وقته ندیدیش؟ یه دو سال میشه. نکنه دیگه اینجا نیست. میدونی چقدر مسیر کوبیدیم بیان ببینیمش؟ این راسته رو بگیری میرسی به یه دوراهی. اونو مستقیم برو میرسی اول روستای امانی ها.
اما حواست باشه که تاریکی اونجا نرسید، اصلا روشنایی نداره. ممکن بود که کل تنتون بسوزه آتمان، خدا رو شکر کن که فقط یه دستتون سوخته. الله شکر. ممکن بود که امروز ایلکان تو کوسه دست بیفته گردنش بشکنه، ولی نیفتاد. الله شکر. ولی از سر گذشت خورد به دست شما. الله شکر. دو تاش که از سر گذشت تا سومیش خدا بزرگه. عراضه اینم سوامیش. چی شده؟ میگم چی شده؟ از تو رفتم، نعریف اونا شدم، نه حریف بابای تو که نرسم تو خونه ایمان. نشستی خودشون برگردن؟ خب پاشو بریم دنبالشون. هر جا می شده گشتم، الانم نه نور دارم، نه جون دارم، نه حوصله حرف زدم با تو. چرا دوباره رفتی کورس که بابا بزرگت آتیشت بزنه؟ کی گفته خواهات ما من آتیش زده؟ هیچکی. جرأت داشته باش به وقتای آزاد بیکار رفتن خبر بردن، چون من باختم کاخ من آتیش زد. خب برای چی میری کورس وقتی هر رفته رفته میبازی؟ به تو هم باید جواب پس بدم. ایلکان، کسی با تو دشمنی نداره، همه فقط نگرانتن. نمیخوام نگرانی هیچ کسی نمیخوام، بذارین تو حال خودم باشم. الان ول شدی به حال خودت؟ مثلا کاری کردی؟ دختره پر رو، هرچی بزرگتر میشه بیشتر شبیه اون بابای. دنبال من نیا، اگه برم خونه ببینم باز بابات بهونه کرده که از مامان من خواستگاری کنه، من میدونم او تو. به من چه ربطی داره؟ چرا نمیتونی زندگی توی یه جوری بگردون که بابات نخواست زن بگیره؟ فکر میکنی من راضیم از این وضع؟ که از وقتی یادم همه تنهاییام با کارهای خونه پر کردم و به جو مادر و پدرم همدم و تکیگاهم شدن اسبایی توی استبل. تو پسری و دردای خودتو داری قبول، ولی فکر نکن من یکمش میخندم و گله ای از کسی ندارم، درد ندارم. میگم دنبال من نیا. دنبال تو نمیام، دارم میرم خونه اچگیلناز خودم. یه بار دیگه بی خود و بی جد به مامان من بگی اجه که خودم بابا تو با استبلش آتیش میزنم. پس اینجا رم تو سوزوندی، نه کاکا اتمانت. نامردم به بابات نگم بعد از طوری که بیرون از خونه بودی. میخوای باز کتکم بزنه؟ بس پارو خونه تون. باشه باشه. آخرش هر پرف خودش شد. از یه سرسلامتی ساده دست آتمان کارو کشون بنشون کردن تو. همین امشبم بودو بودو میخواد چند نفر رو بفرست خواستگاری. آخر همین هفته هم سر عید قربون میان عقدت کنن. دایی چی گفت؟ هیچ. هرچی ازش پرسیدم چطور دلت اومد عروسمون بره، داغ دلم رو تازه کرد. میگه اون تو جوونیش داغ دیده، نظر بقیه زندگیش رو ماتم بگیره. چرا خودش ماتم داره؟ من که میدونم تو دل هر دوتون چی میگذره. دایید گیره. از یه طرف خواهرزادشی و همتبارش، از اون طرف یادگار پسرشی. چی بگه این پسر؟ ایلکانم که سرکشی میکنه. ایلنایزا، من که گفتم تا موقعی که این قالیچه تموم نشه من شوهر نمیکنم.
این گالیچه که فعلا تلسم شده به نصف نرسیده هی به آب میره. ایلکان به فهم خون به پا میکنه. اون خودش میدونه که رو حرف کاکاش نباید حرف بزنه. بعدشم مگه عراض چشه؟ اون اگه مرد زندگی بود و مهر و محبت بلد بود زن خودش رو نگه میداشت. زن خودش که عقل کرد جدا شد، بعدش بایل و تبار خودش شوهر کرد که مبادا دست عراض بهش برسه. یه ساعتی داریم داره خودمو میچرخیم. خب اگه شاهجان رو تموم نمی کردی که الان داستانمون نبود. اگه میدونستم اون افسر رو میریختم تو گوشی خودم. پاوربانک رو که نهی بردی، شاهجان رو بردی. خب بیار دیگه، حداقل یه جا بزنم به شارژ. با شما هم آرش جان. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه بزرگترا آقا عرض ما هش میکنم آلت میده هی وای هی وای چه زود گذشت. همین دو روز پیش قد همین ایلکام بودیم، هوای قهرمانی و کورس تو این سرمون بود. یادش بخیر. ای وای ای وای، من برد و باخت زیاد دیدم، برد و باخت خیلی دیدم، اما هیچ وقت نمیذاشتم غرور سوارم بشه. هر زمان که سوار به اسب به تاخت میرفتم میدونستم حادثه زیر رکاب اسبم، میدونستم. ولی پسرم که افتاد باور نکردم. یادت هست محمد؟ بله. باور نکردم ولی خب دیدم زندگی ادامه داره. باید گذشت. عراض برادر زادمه، ایلنازم خواهر زادمه، برای من هیچ کدوم فرقی نمی کنه. هیچ کدوم. اما خب ایلناز برام یکم مهمتره، به خاطر اینکه یادگار پسرمه. من هر چی که بگم اونم باید راضی باشه. من میدونم که این وصلت هر چی که باشه عاقبت بودا نیه گوزایی تصادف کرده. یکتون جواب من چی شد؟ مگه نمیبینی جونی آدم به خطره؟ وی پس زندگی من چی میشه؟ حالا حرف میزنی؟ چند بار میخواین منو سنگ قلاب کنین؟ عمومی که باش به صحرای ترکمن صحرا، این بار اگه جوابتون نباشه این خونه رو سرتون خراب میکنه. بلچک بابا گل؟ ای پا دعا کن چیزی که گفتی درست باشه. اگر دست خالی برگردیم زنده نمیذارمت. ها
تو اینجا چی کار میکنی؟ ایلکان بفهمه اینجای خیلی خوشحال میشه. کن آها 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 همه با هم ماشاءالله یه بار دیگه یک دو سه یه بار همه با هم یک دو سه یک دو سه چی شده؟ چی بگم والا خودم هم باورم نمیشه یه دفعه فهمونم واسه خودش پیچید قفل کرد اومدم پایین بعد چه تو ماشین اگه به این سنگ نخورده بودم کلنت پایین اینجا بودم احتمالا پلاس شکسته سیبکشم بریده بی خود نگران نباش این آقای مهندس برات درست میکنه شما هم زحمت افتادین خدا رسوندتون شما رو اینجا هتلی مسافرخونه چیزی هست ترکمن نمیذاره مهمون بی جا بمونه ممنون از شما برای چی این برای آمدی ها؟ دنبال یه روستایی هم که امان چهادار توش زندگی میکنه خیلی تاریک بود پیدا نکردم نقشه یابم هم خاموش شد شما میشناسینش؟ اشتباه آمده؟ چی کارش داری؟ از دوستاشم دو سال پیش اومده بود واسه مسابقه تهران بهش گفتم یه روز با پسرم میای میبینمت میشناسینش دیگه؟ بفرمایید یالله آقا الاز خب خونه مهمون داریم سفده 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 سلام سلام میری خونه یا معتمان بست میشینی غریبه ها دست از باتکوندن به هم خبر میدی یه ثانیه هم نمیذاری اجه که ایلنازت با اون یاروی بی سر پا تنها بمونه فهمیدی؟ برو لباسات بپوش چشم چی بگم؟ اصلا باورم نمیشه باور کن زندگی همینه یه دقیقه هستی یه دقیقه نیستی که نیستی الان که اینجایی عشق هست آخه اون سوارکار مرکه‌ای بود چرا باید وسط مسابقه بیفته؟ یه شب از شهر اومده بود خسته خسته بهش گفتم فردا نرو کرد گفت فردا کرس قهرمانیه چه قهرمانی هم شد
این هفته هم هفته قهرمانیه. هفته قهرمانیه؟ تو هم انقدر سرتک بازی در بیار که حلواتو بزنم دهنم. ها شرمندم، این بچه دهن آدمو باز میکنه. پسر شما هم که کرولاله. سلام باگل، ایلناز، یعنی این دختره دوباره اومد. سلام، سلام، خوش آمدید همگی. سلام. سلام. دیگه به حال ببخشید دیگه، تبلتمون خاموش شد، هم مزاحم شما شدیم هم راه گم کردیم. مهمان حبیبه. نونم آوردم براتون. این تبلته راه نشون میده؟ یه نرم افزاری که روش نصب میشه دیگه. حالا اگه دوست داشته باشی میتونم بهت یاد بدم. یعنی داشته باشیش دیگه گم نمیشی؟ به شرطی که شارژ داشته باشه. خب بفرمایید. بسم الله. بشین بسر بشین. ممنون پسر خوب. گفتی اون چطوری را نشون میده؟ یه نرم افزاره که بهت میگه کجایی. هر مسیری هم بخوای بری بهترین راه بهت نشون میده. و این ور رو چطوری؟ این ور رو هم نشون میده؟ تو بگو صحرای بیافرا. کجا هست؟ مثلا یه جای خیلی دور. مادرم خیلی ناراحته. بازاراز چیزی گفت؟ من مرد شدم. بعدشم یه پدر بزرگ دارم، اسمش مرد کل روستاست. هر وقت اون اسبایی که رم دادی و برگردونی دم از مردی بزن. اگه عرصه تا اسبو برگردونم پای عراض از این خونه میبری؟ حالا تو برشون گردون؟ ها کجا کجا؟ کل خراب. هر کاری میکنی تو روز روشن باشه. شب بری گم و گرشی میگم عراض زودتر از عید قربان پا پیش بذاره. ها من تا عید قربان عرصه تا اسبو برمیگردونم. اگر این که خوابشو ببینی میبینی.
یه امروز باش کار دارم. اصلا میفهمی من چی میگم؟ کار مهمیه. دوستی تو روز روشن؟ اون مادیان منه، لابد عموم خریده. همه میدونن آقا بزرگت میخواست ستا اسب بشن بفروشه. اونا ناموس مان، ما ناموس نمیفروشیم. تو اگه ناموس سرت میشه بی خود میکنی تو رو برای سفدا پیدات میشه. دیگه نبینم با دخترم اونی من کاریت باشه. سر من داد نزن. میزنم. هیت چه خبرتونه؟ داره اسبی که فروخته رو میبره. چی میخوای؟ من مطمئنم خاخام اسبو به هیچکی نفروخته. اسبمو بدین برم. ندم میخوای چیکار کنی؟ های دوست! های دوست! هیت! میزنم شکلت عوض میکنم. هفته ای دیگه من میشم بابات. ببینم اون موقع میتونی اینجوری با من حرف بزنی؟ بابای من امان بود، امانم میمونه. تو هم مرد نیستی اگه اسمامو ندی برم. میزنم شکل تغذیم. خیلی بد شد. ببین پسر، تو میفهمی من چی میگم؟ میتونی کمکم کنی؟ یه کاری کنی؟ من که نمیفهمم تو چی میگی، ولی بعدش همون که تو میگی. میری یا بفرستمت بری؟ برو. دادا وای، اغنب زده؟ اسب جفتک زده؟ چی شده هم؟ سرجا چه شده؟ ببری به شهر، داره میمیره. داده نه موله، دستمو زنبور زد. های پا، بلند شو، بلند شو. چیزی نشده که، مسخره. آخه درد میکنه. درد میکنه، درد میکنه. چیزی نشده. بلند شو، بلند شو. دیوانه. میری یا بفرستمت بری؟ ها؟ برو. ای نزن نزن، به خدا این دیشب خودش اومده بود سمت ما، منم بستمش گم نشه. نمیدونستم شب منو بابا میفرسته خونه شما. حالا اگه باورت نمیشه از خودش بپرس، مگه نه؟ Thank you.
دیگه داره پرپر میزنه. زبون نداره بدبخت. دل که داره، گناه داره. من تا یلفامو پیدا نکنم اینو بهش پس نمیدم. خب بذار با هم بگردیم. شما عرضه نداری. ایلکان، تو چرا اینطوری شدی؟ این پسر مهمونه. اون مهمونه. تو رو چی کار کنم که همیشه هستی؟ من چه آزاری به تو دارم؟ من نه بابا بخوام، نه تو رو بخوام، نه اون نکتای مزاحم ها. باید چی کار کنم ها؟ چه گناهی کردم بین شما دنیا اومدم؟ خوبه این نمیتونه بشنوه و حرف بزنه. و یعنی فکر میکنم ما همش داریم تو رو اذیت میکنیم. خوب بچه شهری بچه شهری که میگن توی پا اگه شهری و روستایی داره هر کسی بالاخره یه چیزی میترسه دیگه. چه زبونی هم با کرده افتاده تو آب. یادم بده باش آدرس پیدا کنم. نمیخوام. پس همینجا بمون تا بفهمی من ما چقدر کره میده. کجا میری؟ نمیتونی همینطوری ولش کنی بری. داره از سرما یخ میزنه. خب بزن که بزن. به من چه؟ تو چی کاره ای؟ با من این عکاس. یعنی چیلیک چیلیک عکس میگیری و پول در میاری؟ دل بده به کار. این باید زودتر تمام شه آقا راهیشه بره. این قوطی کبریت از هم وا رفته. پولاس و سیبک و همه چیز هم از بین رفته. انتظار داری یه روزه جمع شه. حداقل تا کورس آخر هفته مهمون ماست. اتفاقا ما هم زیاد عجله نداریم. گفتیم اینجا این کورس آخر هفته هم ببینیم دیگه. تو مگه مکانیک ماشینای کل روستا نیستی ها؟ من موتور تعمیر میکنم عمو. ماشین که از دونه میسازن. زودتر تمومش کن شرشون کنده بشه برن. باید چند روز اینجا هستیم. ولی فکر نمی کنم مزاحم شما باشیم. ما مهمون آقای آتامانیم. مزاحم نیستی. اما بی خود میکنی خونه ی امو آتامان بمونی. مؤدب باشه طرز حرف زدنه. تو اون خونه کی هست ها؟ ایلکان، باگول، ایلناز. ایلناز خانم. حالا گیریم ایلناز خانم منظور؟ مزاحم ایلناز خانم که هستی؟ ببین خاطر خواهی یه نفری فکر نکن به هر کی دلت میخواد میتونی توهین کنی ها. من توهین میکنم؟ بله. توهین کردن من هنوز ندیدی. م.
بقوت درست نشد؟ یه جوری نکوبیده که درست میشه. ای بابا من گفتم تعمیرکار بیارم، شما گفتی که آزاد هست درستش میکنه، حالا دیگه نق نزن. حالا یه چیز بده کارم شدیم. جمع کن آزاد، جمع کن. خیلی خوب جمع کنید، جمع کنید بریم، شما این کار نیستید. زنگ میزنم جره سقیل بیار. اینو هم جمع کن بریم. بیا شما هم بیا. کجا میری؟ همینجا بمونیم یخ میزنیم، باید بریم استبل ما. تا اونجا که خیلی راهه. این راه نزدیکتره. نه بابا ما یه عمره اینجاییم، وقتی از رو نرسیم خواهی راه نشونمون بدی؟ اون که جاده فری روستاست، خیلی ساله ایش که ازش نمیره بیاد. تو مسیریا به تبلت زده این راه نزدیکتره. چرا با بزرگتر حرف نمیزنی؟ چون اونا فکر میکنم من یه بچه احمق و لوسم که هیچی عالیم نمیشه. های اینجوری نیستی. بفرمایی. من وسیله مهم هم رو برداشتم از تو ماشین. بله. خب ولی ماشین اونجاست، مشکلی نداره؟ نه بابا، نه بابا. اما اکنم. خیالت راحت باشه، اینجا تون که من سهراست. شما مهمان ماشین. بچه ها. ها. از صبح که رفتن هنوز بر نگشتن. آراد یه دوری بزنید ببینید بچه ها کجا. چشممو چشم توهین که نکردم ها. اینا مهمون نوازن هم الان خب حوصله نداشت. اب نداره آرش. بریم خودمون دنبالش میگردم. الان چند وقت دنبال فرصت مناسب میگردم به چیزی بهت بگم. بگو. میترسم ناراحتت کنم. بگو تا شکلت عوض نکردم. راستش الان چند وقت تو فکر گرفتن زنم. سیگارتو ول کنی خودم برات جورش میکنم. ایول، پس یعنی ما رو به غلامی قبول میکنی؟ ولی حرفم همونی که گفتم، پای دود وسط باشه روی سفدار رو دیگه نمیبینی. عمو سویچ ماشین رو میدی؟ میخوای کجا بری؟ زود برمیگردونم ماشین. سفدا دیگه نمیخواد بری مدرسه. میشنوی؟ سفدا کجایی؟ سفدا
یه صدایی میاد. جرأت یا حقیقت؟ ولم کن، مگه بازیه؟ زیادی جرأت کنی هیچی دستت نمیاد. باید صبوری کنی ببینیم کی میخواد بزنتت زمین. حالا جرأت یا حقیقت؟ من که شک ندارم پسرم های اینا. هر جوری دلت میخواد داری با من حرف میزنی یا؟ بذار بریم پایین، دیگه جوابت هم نمیدم. از همینجا جوابمو نده. بفهم یه پای همه چی میرسه به اموزادایی تو سره هست که من میگیره اونم تو هفته قهرمانی آتمانت داره میده. جرأت یا حقیقت؟ جرأت خوبه. میدونم واسه چی کار کنم. زفده نیست اینجا نیومده؟ نه من نهیدمش. آرش هم باشه؟ فکر کنم. خب بریم دنبالشون. بریم رو بینم و بذارم دخترم خیلی کله خرابه، همه میگن به باباش رفت. پسر منم یه خورده ترسو شده، همه میگن به باباش رفت. ولی خدا کنه پسر این ناز به باباش نرفته باشه، وگرنه کارمون زاله. چطور؟ چون خیلی نامرد بود، از بچگی میدونست من عاشق این نازم. تا سبیلش سبز شد رفت خواستگارش. این ناز میدونست تا خاشی؟ این ناز خانم قبل از این که امام بره خواستگارش میدونست؟ همه میدونستن. همه رو ول کن، خودت چیکار کردی؟ اصلا رفتی باش حرف بزنی؟ محترمانه ازش درخواست کنی؟ گلی چیزی واسش بدی؟ ای پا، ول کن این مسخره بازی ها رو. مشکل تو میدونی چیه؟ من مشکلی ندارم. چرا عزیز من مشکل داری؟ مشکلت اینه فقط میگی خاطرخوام. دیگه هم کار نداری طرف مقابل دوست داری یا دوست نداره. میگه همینی که هست، میخواد بخواد نمیخوادم نخواد. مطمئن باشون همیشه که نمیخواد. منظور میدونستی ایلناز عاشق هنره؟ ایلناز خانم باشه، ایلناز خانم میدونستی اصلا از همین رفتاری که تو داری و خشنبازی و تفنگ و اسلحه این چیز خیلی بدش میاد؟ خودش بهت گفت؟ از رفتارش فهمیدم. کدوم رفتارش؟ از رفتارش وقتی تو رو میبینه، از گریه های یواشکیش وقتی دعواهای تو یا پسرش رو داره میبینه. خودمانی راست و پوسکنده بگو، تو آمدی بگیریش؟ میخوام بهت بگم اگه میخوایش یه سری کارا باید بکنی، یه سری کارا هم نباید بکنی عزیز من. حالا خود دانی. خیلی نچسبی ولی داره ازت خوشم میاد. میخوای سوار اسب بشی؟ آره خب، ولی بعد هوامو داشته باشی دیگه. Yeah.
پیداش کردی یا تا ما نفهمید؟ نه. چند روز دیگه مونده تا کورس قهرمانی؟ تا خود کورس قهرمانی 4 روز. اگه تو این 4 روز من یه کاری کنم که حواس آتامانت از تو پرت بشه، یه کاری میکنی که ترسای من بریزه؟ آره. قول. قول. منم یه کاری میکنم بقیه نفهمن اسبت اینجاست. پس قول ما اینه که هیچ کس نباید بفهم که یلفان پیدا شده و من دارم باش تمرین میکنم. قول. مشتلاق بده. باز دوباره چه خاکی به سرم شده. ایلکان کارو مادیون رو پیدا کرده. یلفان چی؟ نه ولی گفته پیداش میکنه. باشه باشه. فرما مصیبت اسم یلفان اینجاست. چابک سوارشم آقا ایلکان. میدونی یعنی چی؟ یعنی که بدبخت شدیم. بابا این پسر دیوانه است. دیوانه است. بله دیوانه است. امو سوار. امو! امو! ها؟ چه شده؟ امو ایلکان! ایلکان؟ من جای ایلکان اسمشو پیدا کردم. اگه میخوای مثل امو نشه بیا بریم. ای وای! ای وای! بودو! بودو بریم! بودو بریم ببینم! بودو! شبیه احمقا شدم. آره آره. اما لباس سنتیتون فکر کنم بهتره. درسته. در بیار. مگه نگفتم نباید بری کورس؟ آقا
زهرمار، صد دفعه گفتم من دیگه نمیخوام داغ ببینم، گوش کرده؟ از این همه چوبک سوار چند نفر ممکنه بمیرن؟ چند نفر؟ یکیش بابای خودتو، یکیش هم خودتو. من اسم نوشتم. چیکار کردی؟ این هفته هم هفته قهرمانی منه. من دیگه نمیذارم این مادرت دیگه داغ ببینه. بیا باره ببینم. بیا باره این تو. بیا باره اولیا. بیا باره این تو تا کورس تموم بشه. برو تو. آها آها. همین جا میمونی تا کورس تموم بشه. شما هر چی من میگم روش نمیکنم. آها. اینم میبرمش. بیا بریم ایوان. ها. تو که خودت قهرمان بودی. بیا. بابام هم که قهرمان کردی. چرا نمیذاری من قهرمان بشم؟ بابا! بابا! ایلکان گیر افتاده، باید بریم کمکش. اوی! یا سهرهای دوری من قربون و صدت برم بابا جون. الان باید بریم دیره. بریم. تو زبون وا کردی؟ اینجا پیست از سواری روبه دفاعه و سواری از این جمعیت که از دو ساعت زودتر بدن و منتظر شروع مسابقات هفته قهرمانی اصل و اصیل ترکمن هستن. مگه میشه توی روز تعطیل و توی این هوای خوب تو خونه بمونی و نگاهی برای دوستن؟ نیست. اینجا که انباریه، یعنی چی اینجا گیر افتاده بود؟ خودمون دیدیم، همینجا بود. آتامان زندونش کرده بود. حدس میزنم کجا رفته باشه. عمو چرا درو میبندی؟ من اسب نامرد نمیدم. دخترم همینطور. ولی من فقط میخواستم یه اسب بخرم. نامردی نامردیه. به صحرای ترک نه صحرا که میزنم شکل تو عوض میکنم. اجلو چشم کم شد. تو بردی، اصلا
بذاری. تو قهرمانی. خب سلامی خدا رو شکر. باشو 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 خدا رو شکر. این کار بلند میشه و چیزی نشده. مهمتر این که گلبا از خلق